حرفم با این بسیجی های پدر مادر نامعلومه. فلان فلان شده، امروز دلار شد 51.120. چرا بلند نمیشین هیدر هیدر کنان برین دم بیت رهبری بگین آی رهبر مستضعفین جهان، اجاره نشینا با دو سه تا بچه دیگه نمیتونن گوشت بخورن، نمیتونن اجاره خونه بدن. اول اومدین گوشت رو تو سفرهشون حذف کردین، بعد اومدین مرغ رو حذف کردین، بعد اومدین سفرهشون رو کوچیک کردین، الان سفره رو جمع کردین، الان دیگه مردم فرش زیر پاشون هم جمع شده دارن میفروشن که برن برنج بخرن بخورن. تخم حرومای حرومزاده، پس چرا بلند نمیشین برین اونجا اعتراض کنین بگین خب ما الان مردم رو ساکت کردیم، مردم الان نون ندارن بخورن، چیکار باید بکنن؟ چرا نمیرین یقه یه رئیس جمهورتون ابرام خانوم رئیس رو بگیرین بگین آقا بلند شو بیاین مفاد قراردادی که با چین بستی رو روشن کن؟ ما این همه هیدر هیدر کردیم که مملکت تجزیه نشه. بیا بگو ببینیم چرا دریای خزر رو دادی به روسا، خلیج فارس رو دادی به چینیا، این قرارداد جدید چیه بستی؟ چرا صداتون در نمیاد الان؟ چرا بلند نمیشین هیدر هیدر کنان برین دم بیت بگین آی جانشین امام زمان، مردم دارن از گشتگی میمیرن، چوب جادو تو یه تکون بده، یه ذره گوشت بیاد سر سفره مردم، مردم فرش زیر پاشون هم دارن میفروشن که برنج بخرن بخورن. بی ناموسای بی غیرت، مگه بنیانگذار انقلابتون نگفت ما به خارجی ها هیچ کاری نداریم، به تحریم ها هیچ کاری نداریم، همین گندمی که خودمون میکاریم و همینو میخوریم؟ پس چرا شمال کشور شده چوبت، جنوب کشور شده خاکبر، غرب کشور شده کولبر، شرق کشور شده سوختبر؟ بی غیرت های بی ناموس، پس چرا الان صداتون در نمیاد؟ اونجایی که مردم میان تو خیابون میخوان حقشون رو طلب بکنن، میان تو خیابون هیدر هیدر میکنین؟ همه ی اینا رو که پرسیدین آخر سرم حتما بپرسین، هم از خودتون هم از مسئولان کشور، که البته شما ها رو که فلانشون هم حساب نمی کنن. ولی حالا یکی اگر گیر آوردین، خب چون شما خدنگین، فقط بگین اون هویدای ملعون بد زشت کریه 13 سال قیمت ها رو تو کشور ثابت نگه داشت، 44 سال دارین حکومت میکنین، یه دونه جنس بگین که قیمتش ثابت نگه داشته شده تا الان، یه دونه، پنجتا نه، یه دونه. حکومت اسلامی مگه نیست؟ همه حلال خور مگه نیستن؟ شماها مگه حلال زاده و حلال خور نیستین؟ ها؟ باید جواب مردم رو بدین یه جا دیگه. اگر جواب تمام این سوالات رو نتونستین بگیرین از اونا، اوکی؟ اگر مردم اومدن تو خیابون این بار معترض شدن و جلوشون وایسادین، شما تخم حرومترین آدم های روی کره خاکی هستین و تو تاریخ تخم حروم ها. ما اصلا از من الان حرفم فقط با بسیجه، ارتش که بیغیرته، ارتشی ها نیروی انتظامی که اصلا بغل همکار خودشون وای نمیستن، همکار خودشون رو برمیدارن میگیرن فلان میکنن، نمیدونم طرف رو زندانیش میکنن، پشت همکارشون وای نمیستن، چه برسه مردم. اینا همونایی هن که صبح تا شب یا پاشون تو حفاظته یا پاشون تو بازرسیه دارن برای یکی دیگه میزنن. اینا از اول زندگیشون اینجوری به دنیا اومدن. من اصلا حرفم با اونا نیست، حرفم با توی بسیجیه که با موتور 125 اشیمشی را افتادی تو خیابون هیدر هیدر میکنی، کاسه مغزتو برداشتن ریدن توش، اصلا فکر نمیکنی. ولی از 3-4 تا سوال برای من پیش اومده، اگه میشه اینو از اون مسئولای قرم ساختر از خودت بپرس، بیا جوابشو بده بابا به ما. و من الله توفیق.